دو نفر در رابطه با پخش اوراق از طرف پلیس عربستان بازداشت شدند که یکی از آنها پس از چند روزی که در بازداشت به سر می‌برد، هنگامی که پلیس وی را برای انجام طواف خانه خدا به مسجد الحرام آورده بودند، با زیرکی خاص فرار کرد. دومی همچنان که دکتر صادقی بود در زندان عربستان بود تا پس از مراسم حج با تلاش فراوانی که شد به دستور ملک فیصل شاه فقید حجاز آزاد گردید و به همراه فرزندان آیت الله حکیم مرجع تقلید وقت به کشور عراق رفت و به دلیل این که تحت تعقیب رژیم ستمشاهی بود تا پیروزی انقلاب اسلامی را به وطن بازنگشت. موند اونجا تا نظام که به هم خود و آقای صادقی هم آمدن بدیم. اونجا هم خیلی بلا سر شما هست. بله. در واقع نتونست بمونی با بسیاد. بله. خب آقای صادقی بله دیگه. حالا اینجوریست دیگه. عرض کنم که در سال 42 این تقریبا اون مسئله آقای حکیم رو باید من اینجا بگم. یعنی اینجا جاشه. در سال 42 یک روز از حضرت امام مدظل العالی، ببخشید چون اون وقت تنظیم شده، حضرت امام رحمت الله علیه شنیدم که میفرمود پسر رضا خان پهلوی تصمیم بر حذف اسلام در ایران گرفته و همچنان که آتاتورک در ترکیه اسلام رو الغا کرد، محمد رضا پهلوی با اطلاعاتی که به من رسیده در نظر دارد این اصل قانون اساسی را که میگوید دین رسمی مردم ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است که از کنم که الی آخر با یک قیام و قعود از قانون اساسی حذف کنند و برای همیشه فاتحه مذهب و دین را در کشور اسلامی ایران بخواند. ایشون می فرمودن، من خودم از ایشون شنیدم که فرمودن که تا خون در رگه های خمینی قربونش برم، واقعا از نوادر تاریخ بود. واقعا فرمودند تا خون در رگه های خمینی جریان دارد نخواهم گذاشت این عمل انجام پذیره. روزی که جنازه من روی زمین افتاد دیگر در این باره تکلیفی نخواهم داشت و این امر به عهده دیگران است. اینجا اون قصه مرحوم آقای حکیم رو میتونم نقل کنم و اون قصه این بود که روز تابستانی بود، یک کسی از دوستان ما که در جریان همین نهضت و انقلاب و اینها سخت کوشا بود و فعالیت میکرد و اینها، آمد به مسجد من در بازار. نمازی که من خوندم از مسجد بیرون آمدم برای رفتن به منزل، همراه من آمد و گفت که من خدمت حاج آقا بودم. اون وقت ما از امام تعبیر به حاج آقا میکردیم، امام نمیگفتیم. امام دیگه بعدن چی شد و گرچه ایشان امام بودن، رهبر بودن، پیشوا بودن، ولی تعبیرهای ما حاج آقا بود. در نجف ما حاج آقا بود. گفتن که ایشون به من امر فرمودن من بیام پلو شما و یک نامه ایست، این نامه رو بدم به شما. و ایشون تأکید کردن که این نامه رو شما به بعضی از آقایانی که در تهران هستن نشون بدید که اونها مطلع باشن از مضمون نامه، چون من قبلا هم نامه به ایشون نوشته بودم در رابطه با مسائل همین حرفای انقلاب سفید شاه و چه مسائلی که داشت، و از ایشون خواسته بودم که شما مرجع تقلید هستید و آقا و بزرگوار و ما اینجا مشکلات داریم، شما اونجا این مسئله رو عنوان بکنید، عرض کنم که ما اینجا حمایت میکنیم از شما. چون امام واقعا قصدش این بود که کاری بشه، حالا کی شروع کنه، این از خصوصیات امام بود. حالا مقابل این یه جریانی دارم از بعضی از گذشتگان که شایسته نبود این حرفا رو بزنه، اون رو نقل میکنم که با مقایسه عرض کنم که چی بودن؟ آره میگم نه من حالا عرض میکنم، همین الان عرض میکنم. نشون بدید، چون من نامه نوشته بودم بعد که ما در ایران اقدام کردیم
ایشون اظهار بی اطلاعی فرمودن، با اینکه من ایشون رو در جریان گذاشتم. معلوم شد که نامه من به ایشون نرسیده یا نگذاشتن به ایشون برسه. مثل که امام میخواستن یه شاهدایی بگیرن اینجا که علما مثلا ببینن که ایشون اقدام کرده، چون برای آقای حکیم، آیت الله حکیم، ایشون احترام خاصی قائل بود، هم فقیهش میدونست هم چی بود، خب مرجع هم بود و بزرگوار، و دلشو میخواست که ایشون هم وارد قضایا بشه. تصادفاً اون روز ما مرحوم آیت الله عاشق بهادین محلاتی رو آقای انصاری ما، آقای حاج آقا عطای انصاری ما، ایشون رو دعوت کرده بود در منزلش. عرض کنم که و جمعی از علما رو برای خاطره ایشون دعوت کرده بود، و من گفتم خیلی خوب شد، حالا من میرم اون جلسه و این مسئله رو چی میکنم، این نامه رو میخونم. خب ما نامه رو اونجا خوندیم، جمعی از علما بودن، شاید مثلا 10-20 نفر از محترمین تهران، محترمین علما، موجهین علما اونجا بودن که من خوندم. و خب هم قبول کردن و گفتن خیلی خوب. گفتم شما بدونید دیگه، ایشون هم فرمودن من بخونم شما بدون. بعد نامه رو گرفتن دست به دست گردوندن، اونجور به هم دادن، بعد نامه رو به من دادن و دو تا مسئله رو عنوان کردن. یه مسئله این که تاریخ نداره نامه، امام یادش داشته بود تاریخ بذاره. یکی این که این عنوانی که ایشون در برای آقای حکیم نوشتن، آیت الله خالی، این کمه. ایشون مثلا حالا یک کبرایی، یک عظمایی مثلا اضافه پیشنهاد دیگه، آقایون اینجوری فکر کردن. اگر شما قم برید و این مطلب رو خدمتیشون عرض کنید، این مثلا خوبه. من فرداش آمدم قم، آمدم مشرف شدم خدمت ایشونو. عرض کنم در این بیرونی جدید بود که اون تو تشریف برده بودن. وقتی من وارد بر امام شدم، امام رو قیافش رو دیدم خیلی عصبانیه. یعنی حالا چه مسئله پیش آمده بود قبلش که ایشون خیلی افروخته و قیافه گرفته، و ولی خب من وارد شدم و عرض کنم که خدمتشون و ایشون محبت کردن و من نشستم و فرمودن فرستادی؟ عرض کردم این نامه رو من برگردوندم برای دو مطلب. شون فرمودن چیه؟ عرض کردم یکی که تاریخ شما فراموش فرمودی. عینکشون رو زدن و گفتن بله فراموش کردم تاریخ گذاشت. در بین این که تاریخ میذاشتن، مسئله دوم رو عنوان کردم. گفتم این آیون نظرشون این است که از تالی مثلا عنوان برای آقای حکیم رو خود بیشترش کنید، حالا مثلا یه عظمایی کن. یک مرتبه ایشون منفجر شد. اون چنان داد زد که من واقعا وحشت، گفت اصل اسلام داره از بین میره، اینا دنبال عظما و کبراش هستن. یک حالت عصبانیت، بدید ببرن دیگه. اصلا بعد از تاریخ نامر چی گذاشت تو پاکت دیگه. ما یادم نیست که کاری دیگه هم داشتم انجام دادم، ولی امام رو در حالت عصبانیت برای اسلام خلاصه گذاشتیم و آمدیم. اون آقایونی که تو مجلس بودن کیا بودن؟ از اون افرادی که حالا الان من یادم هست، مرحوم عاشق بهادین محلاتی بود، مرحوم آصف صدرالدین جزائری بود، و حالا الان درست یادم نیست، امام جماعت های محل بودن. شاید حالا از خود آقای انصاری حسینمو بهتر بدونه. من حاج آقا باقر اینان بودم، حاج آقا باقر یادم نیست. شاید حاج آقا باقر هم بودن. چرا الان یادم آمد بودن. بله حاج آقا باقر قمی هم بودن. اینا با مرحوم از صدرالدین جزائری خیلی نزدیک بودن. عرض کنم که بودن دیگه تعدادی که عرض کنم که آسر رزیش تو آرزی شیرازی هم شاید بود. بله بود، اونجور به مناسبت آشبادین حتما بود اونجا. پسر مرحوم بهبهانی که فوت کردن، آقای آسر جعفر خوب یادمه اونجا بود.
عرض کنم که و یادم هست که اون روز مسئله اون کودتایی که میخواست اون تیمسار چی بود؟ قرنی که جمعی رو گرفته بودن و اینها صحبت شد اونجا در اون تاریخ بود. حالا به هر صورت خلاصه این نامه رو فرستادن و دیگه بعدش دیگه بنده اطلاع ندارم که چی شد. شد همون چی که شد دیگه. آیا اون نامه واقعا دستشون رسید؟ نه خیلی نامه یکی از اشتباهات ما این بود که ما فوتوکوپی برند. آقا فوتوکوپی که نبود، واقعا از روش می‌نوشتیم. مثلا فکر نمی‌کردیم این چیزا اینقدر اسنادی از امام تو دست ما بود که هیچ همش از بین رفت و اصلا عقلمون نمی‌رسید. یعنی توجه نبود، ما تجربه نبود، توجه نداشتیم. خب تو این بادیه کارا تاریخ انقلاب رو اصلا ما نمی‌دونستیم چی میشه، اصلا عاقبت کار به کجا میانجام. بر خیلی هم اسف خوردم که چرا خلاصه زحمت نکردم.